میتونم بیام؟ چه شده؟ چیزه، من میگم بهتره به کوزهی وکالتنامه بدم، طلاق بگیرم، تموم بشه بره. خب یعنی دیگه نمیخوام اون رابطه ای داشته باشم. منم باید ببینم که تو زندگی میخوام چی کار کنم. دیگه خانوادم هم که پیشم نیستن، یعنی دیگه چیزی ندارم که منو به اینجا وابسته کنه. میخوام برم خارج و زندگی جدیدی واسه خودم بسازم. گوش کن سیمای، یادت نیست چی بهت گفتم؟ از این به بعد فقط مرد میتونه ما رو از هم جدا کنه. تا وقتی من بخوام پیش من میمونی. از این به بعد زندگی تو اینه، رویاهای پوچو بذار کنار. یعنی من از این به بعد برای همیشه اینجا بمونم؟ اون خونه چی میشه؟ تو فکر خونه رو نکن، به کاری که میخوایم بکنیم فکر کن. با کوزهی میخوایم چه کار کنیم؟ چجوری زجرش بدیم؟ اگه این آدم به خاطر داداشش بدون هیچ تردیدی میتونه بره زندون و به خاطر اون میتونه خودشو فدا کنه، پس وقتی زجر میکشه که داداشش ضرر ببینه، مگه نه؟ مگه نه؟ ها؟ راستش اگه سینانه را جریان گونه یا بدونن قیامت به پا میشه، چون نه مامان بانو نه داداشش گونه یا نمیخوان. اگه جریان گونه یا بفهمن حتما جلوی ازدواجشون رو میگیرن. گونه یم حسابی شکست میخوره. پس بفهمن. بله آقا، پسر پاک دست و پاشو گم کرده، به همه چی شک کرده. خواستم یه خورده سر به سرش بذارم، رفتم تو مغازه، شده اسفند رو آتیش، پاچه ای ما هم گرفت. حالا کجاشه دیدی؟ روانیش میکنم. از بس پشت سرش نگاه میکنه گردنش میشکنه. اینطوری هم از گونه یا هم از کوزه حساب پس میگیریم. سلام، شبتون بخیر. سلام، شب تو هم بخیر. ببخشید ما دیگه بستیم، ولی شما چیزی میخواستید؟ آینور خانم، من اومدم اینجا که با شما حرف بزنم. میشناسمتون؟ من همسر کوزهی تکین اغلو هستم. میخوام مطلب مهمی رو در مورد شب تصادف بهتون بگم. اومدی زخممونو تازه کنی، چی میخوای؟ حقیقتی که سالها از شما پنهان مونده. باید اینو بدونی. من دیگه نمیخوام این بار رو تحمل کنم. چی داری میگی تو؟ اون تصادف کار کوزهی نبوده. مجرم اصلی مجازات نشده.